در خدمت شما هستم با یکی دیگه از درس های تفسیر جدول ها و گراف ها که تسک اول از آزمون آیلتس آکادمیک هست. خب در اینجا ما یک جدول داریم که در واقع نیاز داریم اون رو تفسیر بکنیم. خوب دقت بفرمایید دوستان، همونطور که عرض کردم اولین و مهمترین نکته این هست که ما توجه کنیم که اصلا این جدول چه چیزی رو میخواد به ما نشون بده و ما چه چیزی رو متوجه میشیم از روی این جدول. دقت بفرمایید دوستان، اینجا میبینیم که نوشته شده money spent یعنی پول صرف شده. خب money spent مثلا حالا اینجوری بگیم per year در سال. خب ببینید دوستان، این پول صرف شده در یک سال هست در سه کشور ترکیه، سوئد و پولند که کشور لهستان است، بر روی سه تا موضوع education یعنی تحصیل، فود غذا و ترافل یعنی مسافرت. همونطور که عرض کردم دوستان، یک نمودار کاملا فرضی هست. تمام دیتایی که در اینجا می‌بینید کاملا فرضی است و فقط و فقط منظور آموزشی داره. اما دقیقاً دوستان این نمونه یکی از جدول‌هایی هست که در آزمون آیلتس در واقع ما می‌بینیم. خب همونطور که عرض کردم خدمتتون دوستان، قسمت ما سه تا قسمت رو در واقع باید بنویسیم. قسمت اینتروداکشن یا مقدمه. مقدمه یعنی که من باید بنویسم که این نمودار اصلا چه چیزی رو داره به ما نشون میده، که معمولا خود متن سوال رو ما میتونیم استفاده کنیم، چون خود متن سوال توی آزمون دقیقا نوشته که بله این نمودار مثلا میزان پول صرف شده بر روی education, food و travel رو در سه کشور ترکی، سوئدن و پولند داره نشون میده. مثلا در سال، حالا یک سال رو هم انتخاب کنیم، مثلا در سال 2010 به عنوان مثال، همونطور که عرض کردم کاملا فرضی هست. بعد توی قسمت دوم یعنی بادی پاراگرافمون که بادی اصلی همون پاراگراف اصلی ماست، ما باید تفسیر کنیم که اصلا این در واقع اعداد به چه صورت هستن در هر کدوم از این سه تا کشور، در واقع education به چه صورت هست، فود به چه صورت هست و چه میزان پول برای غذا صرف شده، چه میزان پول برای ترافل صرف شده. و قسمت سوم یا کانکلوژن، همون نتیجه گیری هم که یک، همونطور که عرض کردم خدمتتون، یک نتیجه گیری بسیار بسیار کلی هست. یعنی اینکه در واقع مثل اینکه ما جدول رو در یک نگاه بخوام بگیم چه چیزی رو به طور کلی داره به ما در واقع نشون میده. برابری دوستان، ما به دنبال این هستیم که این سه قسمت رو بنویسیم و خواهش می‌کنم که خوب توجه بفرمایید. خب در این قسمت من قصد دارم اول اینتروداکشن رو بنویسم. خوب دقت بفرمایید دوستان. خب من به این صورت می‌نویسم که the table خب می‌دونید دوستان هم به معنی میز هم به معنی جدول هست. The table provides information، اطلاعاتی رو فراهم می‌کنه. Provides information about the amount of money spent. ببینید دوستان، spent PPFL spent. دوستان ویدیویی که دیدید نمونه هست از پکیج کامل ما. شما عزیزان از هر جای دنیا که هستید فرق نمی‌کنه، از داخل یا خارج از کشور میتونید با ما در تماس باشید دوستان عزیز، و از طریق تلگرام و اینستاگرام که میتونید مشاهده کنید در تصویر با ما در تماس باشید، نمونه کارهای ما رو ببینید در پیجای ما و در پیج در اینستاگرام ما یا در تلگرام ما، و پکیج کامل ما رو دریافت کنید دوستان. ویژگی اصلی پکیج های ما دوستان سادگی بیان و آموزش مطالب از صفر تا پیشرفته است، و مطمئن باشید دوستان با این پکیج میتونید سریعتر و راحتتر از هر کلاسی به هدفتون برسید.